به نام ایران زمین، با درود به پیشگاه تمامی دوستانی که در این نشست هستند. دومین نشست همگانی جنبش رنسانس ایرانی رو ما آغاز میکنیم. هر هفته آدینه ها بنابراین شد که در راستای آرمان های جنبش رنسانس و روشنگری و آگاهی رسانی به هممیهنان نشست های همگانی رو در جنبش رنسانس بیاغازیم که این دومین نشستش است. امیدوارم که پربار باشه و شما ما رو راهنمایی بکنید که چگونه و چه کار بکنیم که بهتر بتونیم این آگاهی رسانی ها رو به درون ایران داشته باشیم. چند وقتی هستش که با دو سه تا مفهوم در فضای مجازی، در سخنرانی ها یا در دنیای سیاست ما مواجه هستیم که مرتب تکرار میشه و گاهی هم به صورت مکمل از اونها بهره میگیرن. یکیش میهن پرستی هست، یک مفهوم دیگه ملیگرایی و ایرانگرایی. از آقای مهندس بیگلر خواهش کردیم که ایشون این هفته در رابطه با این سه تا جستار سخنرانی داشته باشن و چون پرسش هایی در رابطه با این سه تا مفهوم همیشه در ذهن دوستان هست، یه مقدار این مسئله بازتر بشه. قبل از اینکه سخنرانی های مهندس بیکر آغاز بشه، من با پروانه دوستان آرمان نامه جنبش رنسانس رو پیشگاه شما خواهم خواند. رنسانس ایرانی یک حزب یا سازمان سیاسی نیست، بلکه یک جنبش فرهنگی است. از آن رو که گرفتاری‌های امروز میهن را بسیار فراتر از صرفاً مسائل سیاسی و در اندازه یک بحران ملی می‌بینیم، درمان آن را نیز یک رستاخیز فرهنگی در اندیشه و اخلاق ایرانیان می‌دانیم. ایدگاه‌های جنبش درباره مقوله‌های بنیادین اینچنین است. درباره فرهنگ: الف، سرمایه و توانایی یک ملت دارایی و داشته‌های فرهنگی خیش است که می‌تواند توشه امروز دارندگان آن ارثیه تاریخی باشد. ایرانیان وارث گنجینه‌ای از اندیشه‌های تابناک و رفتارهای درخشان از فرزانگان خود هستند. این میراث ارزنده را فرهنگ ایران شهری مینامیم که در برگیرنده جهانبینی تبار ایرانی در روزگار کهن خیش و پیرو آن، منش سامان باوری و رویکرد کشورگردانی ایران شهری می باشد. ب. سراشیب زوال را در ایران پیامد دور افتادن از بینش انسانی و زندگی ساز ایران شهری و جایگزینی آن با مرام‌ها و باورهای بیگانه می‌دانیم. گرچه همه پدیده‌های آیین‌های بیگانه ناگزیر ویرانگر نبودند، ولی آمیختگی نگاه‌های آتنی، عربی، ترکی مغولی و غربی نوین از سده‌های دور تا به امروز ما را دچار بحران هویت و آشفتگی اندیشه نمودند. برای بازسازی اخلاقی، بهسازی اجتماعی و نوسازی اقتصادی نیاز به نگرشی ژرف به نگاه ایران شهری و توشه نیاکانی است که در گذشته ما را به فراز برده و آزمون خود را پس داده است. روشن است زندگی و پیوندهای اجتماعی در دوران کنونی پیچیده تر از گذشته های کهن شده. بنابراین در راه نیکبختی و نوزایندگی میهن، توشه ایران شهری را که با دانش روز همراه و هماهنگ است در میابیم و به کار میبندیم. پ. ایران شهریان زندگی بر بنیاد خردگرایی، گستراندن داد و آبادسازی گیتی را در دستور کار خیش دارند و به شادزیستی، رواداری، آزادگی و دهشمندی بها میدهند و آنها را از ارزش‌های والای فردی و همگانی می‌دانند. ارج‌گذاری به جان و زندگی آدمی
جانمایه فرهنگ ایران شهری در نگاه به انسان و جایگاه آن می باشد. ت. پارسی را به عنوان زبان پیوندی در فلات بزرگ ایران و یکی از ستونهای استوار هویت ایرانی بزرگ می دانیم و همچنین برپا داشتن جشنها و آیین‌های ایرانی که به پررنگ شدن ارزش‌های ایران شهری و یکدلی و همسویی ملی کمک شایانی می نماید را در دستور کار جنبش جای می دهیم. درباره انسان. سه، انسان را سزاوار گزینش آزاد برای راه و روش زیستن خود می دانیم. با این سزاواری گزینش برای انسان، خیشکاری وی نیز در راستای کوشش برای ساختن جهانی بهتر همراهش می شود. آزادی های فردی و اجتماعی را بدون پیش شرط پذیرا هستیم، مگر اینکه ایمنی شهروندان و یکپارچگی سرزمینی و همبستگی ملی در کشورمان را تهدید نماید. جیم کوروش بزرگ، نخستین شناساننده حقوق بشر را ارج می‌گذاریم و حقوق بشر را جدای از فرهنگ خردگرا، روادار، آزاده و دهشمند ایران شهری نمی‌دانیم. بر این پایه روشن است که ایرانیان بدون هیچ اگر و امایی در پیشگاه قانون برابرند و از حق برابر در بهره‌گیری از داده‌ها و خواسته‌های کشور برخوردارند. ایرانیان فارغ از جنسیت، دین، زبان، تیره و مانند اینها در یک ملت، یعنی ملت یگانه ایران گنجانده می شوند. چه انسانها را سزاوار رایزنی و همپرسی در تصمیم گیری های برزن و شهر خودشان می دانیم. همچنان برانیم که در این روزگار بهره‌گیری از کارشناسان، دوراندیشان و دیگر نیروهای کارآمد در کارهای کلان کشور در راستای نیکخواهی همگانی خردمندانه و دادگرانه است. حکومت ملی که نگهبان کشور، نگهدار ملت و نماینده اراده ایرانیان در جهان باشد را برای ایران و ایران شهریان میپسندیم. درباره دین، در فرهنگ ایران شهری برخلاف برخی فرهنگ‌های دیگر هیچگاه دین و دولت یکی نبودند، گرچه همراه بودند. در ایران شهر ما هیچگاه رهبر سیاسی و رهبر دینی را یک جا و در یک فرد یا یک نهاد نداشتیم. بنابراین جستارهای مطرح شده در دوران نوین در اروپا همچون لایسیته و سکولاریسم که به حضور دین در ساختار قدرت و زیاده خواهی های دین سالاران در باختر زمین پایان داد، درباره فرهنگ ایران شهری کاربرد ندارد، زیرا نهاد دولت و نهاد دین در ایران شهر از آغاز یکی نبودند و قوانین کشوری نه بر پایه مذهب که بر بنیاد فرهنگ بوده است. در خود این فرهنگ دین دولتی و دولت دینی جایی ندارد، ضمن اینکه دین به هیچ روی نباید بر ساختار حکومت جای داشته باشد. دینداری و یا بیدینی در جامعه را برای باورمندان به آنها روا می داریم. خب، جنبش نوزای ایرانی یک جنبش ایرانگرایانه در ژرفای اندیشه و منش است. در این راه از سرمایه های ارزنده آیین‌های ایرانی بهره می گیرد و خود را توانمند می سازد. همچنان که از دستاوردهای سازنده و انسانی دیگر تمدن‌ها و آیین‌ها نیز بهره‌مند می‌گردد. این جنبش به هیچ روی نه به دنبال غربی کردن ایران است و نه به دنبال دینی کردن جامعه ایران. ایران را ایرانی می‌پسندیم و در این راستا گام برمی‌داریم. درباره سیاست، دال. ایران سرزمینی بخش ناپذیر میان همه ایرانیان است، بدین گونه که همه کشور سرای هر فرد ایرانی است. بر این پایه حاکمیت ملی و همچنین حکومت ایران که دولت یکپارچه ایران را در بر می‌گیرد بخش ناپذیرند. نه تنها ایران کنونی را یکپارچه، نیرومند و آباد می‌خواهیم و بر سر آن با هیچ مرامی، با
با هر بهانه‌ای که دارن سر سازش نداریم، بلکه پهنه تمدن ایران بزرگ را نیز خانه خود می‌دانیم و به دنبال ایران شهری با فرهنگی به هم پیوسته هستیم که مردمش یکدیگر را بشناسند و برای یکدیگر همدردی و همدلی نشان دهند. در جهان کنونی که حق ناتوان میتواند به آسانی پایمال شود، ایران شهریان باید خود را وابسته به سرزمینی بدانند که توان دگرسان شدن به یک نیروی آبرومند جهانی را داراست. زال، با ارزگذاری به خدمات و دستاوردهای ارزنده برخی از رهبران کشورمان در سده‌های گذشته، بیشتر دولت‌های پس از اسلام را نظام آرمانی نمی‌دانیم. بنابراین به دنبال برقراری آن حکومت‌ها نیستیم و در پی برپایی شهریاری نیک بر بنیاد دادورزی، آبادسازی و آزادی می‌باشیم. درباره رویکرد رویکرد فرهنگی، روش ما برای برآورده کردن آرزوهای میهنی ماست. مدعای ایرانی بر پایه فرهنگ ایران شهری فرایندی است خشونت پرهیز و دروغ گریز. آموزش و پرورش نسل امروز و فردا و بردن دیدگاه‌های ایران شهری در دامنه‌های فرهنگی و اجتماعی به درون پیکر جامعه، کارآمدترین راه برای رسیدن به دستاوردهای بزرگ جنبش است. بسیار سپاسگزارم دوستان که آرماننامه جنبش رنسانس ایرانی را گوش کردید. من گویانه را رها میکنم و آقای مهندس بیگلر خواهش میکنم که جستار این هفته رو آغاز بفرمایید. بفرمایید، خواهش میکنم. سپاسگزارم جناب مهندس قنبری. سپاسگزارم از دوستان که وقتشون رو گذاشتن، در کنار هم هستیم. امیدوارم در هفته های آینده تعداد دوستان بیشتر بشه که بتونیم در این راه ساختار به اصطلاح اخلاق اجتماعی دست به دست هم بدیم که بتونیم ایران رو از این چاله‌ای که توش افتاده نجات بدیم. من کوتاه یه البته جناب قنبری مرامنامه جنبش رو خوندن، من در مورد این صحبتی که الان میخوام بکنم یه گریز کوتاهی به نگاه جنبش رنسانس به تاریخ گذشته ایران و تاریخ پس از یورش اسلام به ایران توضیح کوتاهی بدم که جنبش رنسانس باور بر این نداره که تاریخ یک روندیه که پیش میاد و آدم باید بپذیره. یورش فرهنگ اسلامی به ایران و نسل کشی که در ایران شده و داره میشه ما به عنوان یک حمله بیگانه حساب میکنیم و ایرانو از 1400 سال به این بر اشغال شده میدونیم که در برش های کوتاه مقطعی زمانی ما موفق شدیم که از زیر این به اصطلاح اشغال در بیاییم، ولی شوربختانه به خاطر همون ضعف فرهنگی که در این 1400 سال بر ما روی آورده و کشتاری که و خشونتی که این به اصطلاح بیابانگردهای اسلامی در ذاتشون دارن، باعث این شده که ما شوربختانه باز دو مرتبه به دامن اینا گرفتار بشیم. مسئله دوم که باید پیش از این که سخن اصلیمو شروع بکنم بگم اینه که ما باید در گفتارمون، در تفسیر نگرشمون نسبت به آینده ایران، باید از استفاده واژگان غربی یا باختری زده دوری کنیم و کوشش بکنیم که به اصطلاح نگرشمون رو با فرهنگ خودمون و در فرهنگ خودمون و با نگرش به فرهنگ خودمون بیان بکنیم. به خاطر همین البته من امروز کوشش میکنم این ترمهای به اصطلاح لاتین رو استفاده میکنم، ولی برابریش رو میگم
کوشش میکنم که تا اونجایی که میتونم در به اصطلاح من اینو صداشو کم بکنم، در صدای من دارین؟ بله صدای من هست. کوشش میکنم که در باز کردن این جستار برابر به اصطلاح لاتینش رو بگم، از خود لاتین استفاده نکنم، به خاطر اینکه یعنی در اصل این کاری که ما میکنیم در آینده وظیفه نخبگان خواهد بود که این ترم هایی که ما در فرهنگ خودمون به زبان خودمون مطرح میکنیم، نخبگان ما در آینده امیدوارم که این توان رو پیدا بکنن برای درک فرهنگ ایرانی برابرهای لاتین اینو پیدا کنن و به صورت نوشتاری ارائه بدن. چندی پیش یکی از فریختگان جامعه ایرانی، من اینجا اسم نمیبرم چون خودشون تشریف ندارن، موضوعی مطرح کردن در مورد یک آلترناتیوی در مقابل آلترناتیو به اصطلاح سیاسی در مقابل جمهوری اسلامی، که ما بتونیم از این راه جمهوری اسلامی رو از نظر فرهنگی شکست بدیم. این ترمی که ایشون مطرح کردن برمیگشت به ناسیونالیسم، که ناسیونالیسمی رو توضیح میدن و در این ناسیونالیسم یک ایدهی شکوفا میشه به نام ناسیونالیست آزادی خواه، و این ناسیونالیست آزادی خواه به نگرش ایشون میتونه یه آلترناتیو باشه در مقابل جمهوری اسلامی. البته من امروز نمیخوام به این نقد این نگرش یا این تئوری بپردازم، همونجور که گفتم چون خودشون تشریف ندارن، ولی دوست دارم همونجور که گفتیم این سه واژه رو به اصطلاح ناسیونالیسم، میهن‌پرستی یا همون ملی‌گرایی، میهن‌پرستی و ایرانگرایی رو توضیح بدم. از ملی‌گرایی شروع میکنم. برای توضیح ملی‌گرایی که یکی از دوستان فرهیختمون برابر دیگه‌ای براش درآوردن که ملت‌گرایی هم ایشون گفتن، که ملت‌گرایی هم درست هست با ملی‌گرایی، حالا در توضیحش میگم چرا اینا جفتش درسته. برای درک ملی‌گرایی یا ملت‌گرایی باید ما بتونیم ملت رو توضیح بدیم، بدونیم ملت چیه. ملت در اصل این که در واژه لاتینش همون ناسیون یا نیشن هم که میگن، معلوم برمیگردن به اصطلاح به تعریف اروپاییش، به تعریف غربیش، باختریش، که این در اصل در قرن 16 بعد از جنگ های 30 که در اروپا وجود داشت، یه نشستی به عنوان در به اصطلاح شهرداری شهر مونستر، مونستر آلمان، نشستی وجود داشت که یه قراردادی به نام قرارداد وستفالی امضا شد. تو این قرارداد حد و مرز جغرافی کشورها مشخص شد و طبق اون حد و مرز جغرافیایی ملت یا نیشن یا همون ناسیون معنای خودش رو پیدا کرد. در اصل در تو این تعریف باختریش ملت به گروهی میگن که ریشه های مشترک فرهنگی، زبانی یا جغرافیایی داشته باشن که اینا دور هم گرد میان و تشکیل یک حکومت یا دولتی رو میدن. البته این در مورد این تعریف در مورد ایران صدق نمیکنه، به خاطر اینکه حداقل ما مدرکی داریم، شاهنامه فردوسی پدر ایران وجود داره که 600 پیشتر از این قرارداد نوشته شده و در اونجا این شعر زیباش که میگه چو ایران نباشد تن من مباد، بدین بوم و بر زنده یک تن مباد، اینجا در اصل مسئله ایران و ایرانی بودن رو در این چکامش مطرح میکنه. تعریف ملت هم در ایران بر طبق تعریف اروپاییش نیست، یعنی ما ملت در ایران
به خاطر اشتراک زبانی یا اشتراک قومی یا اشتراک فرهنگی به وجود نیامده. کشور ایران به خاطر پیشرفت فرهنگی که داشت ملت شکل گرفته در 2500 سال پیش توسط کوروش که تعریف میکنه، ملت رو معنی میکنه. این ملت به عنوان نیشن، یعنی برابرش اگه بخوایم بگیم به همون نیشن یا ناسیون یا ملت اروپایی، در دوران کوروش کبیر شکل میگیره، به اصطلاح تعریف میشه و هیچ اشتراک به اصطلاح زبانی وجود نداشته. در اصل اشتراکی بوده که ریشه فرهنگی داشته، ریشه انسانی داشته، به خاطر یک تربیت فرهنگی به وجود اومده. به خاطر همین ما مسئله نیشن هم حتی تعریفش برای ما تغییر میکنه. حالا برمیگردیم بعد از اینکه فهمیدیم معنی ملت چیه، یعنی اشتراکاتی در اصل باید وجود داشته باشه. در ایران اشتراکی که به اصطلاح ملت رو میسازه اون تاریخ قدبتش و فرهنگشه که برخواسته از روند تاریخی خودشه که ملت ایران رو به وجود آورده. البته بگذاریم در طول 1400 سال پیش این از نظر جغرافیایی کوچکتر و کوچکتر شده، ولی فرهنگش هنوز موجوده. یعنی فرهنگ ایرانی در نقاط مختلف دنیا که یه روزی بخشی از ایران بزرگ بودن هنوز وجود داره، مثل تاجیکستان، حتی در افغانستان، بخشی از پاکستان، از این ور در نزد کردهای عراق یا کردهایی که در سوریه زندگی میکنن میبینیم که هنوز این فرهنگ زنده است. حالا برمیگردیم سر به اصطلاح ناسیونالیست. ناسیونالیست یا همون ملیگرایی یا ملتگرایی به اصطلاح یه نوع آگاهی جمعیه که تعلق پیدا میکنه به ملت. یعنی سیستم به ملت این آگاهی رو میده که به اصطلاح اینا به هم پیوستن، یک مجموعه هستن و به عنوان یک مجموعه میتونن عمل بکنن. این مجموعه یک سری به اصطلاح آگاهی ها رو یا حسی رو در افراد به وجود میاره، مانند حس وفاداری یا شور دلبستگی افراد به تشکیل دادن یک سیستمی. مسئله زبان شاید مطرح بشه اینجا، ولی ناسیونالیست کلن یا ملیگرایی به خاطر نقضی که در خود عریفش وجود داره که این دوست فرخیختمونم به این مسئله اشاره میکنه و به خاطر همینم میاد ناسیونالیست رو در چند شکل مختلفش مطرح میکنه، ناسیونالیست درونگرا، برونگرا یا ناسیونالیست به اصطلاح تسلطخواه یا نارسیست. به خاطر همین ضعفیه که در حس ملیگرایی یا ناسیونالیست وجود داره، به خاطر اینکه میشه توسط دولت مردا مورد انگیزه شخصیشون یا نظامیشون قرار بگیره. نمونش مثلا جمهوری اسلامیه. ما مثال میزنیم که ناسیونالیست رو مطرح میکنه، ناسیونالیست رو ما از دهن جناب احمدی نژاد شنیدیم، از دهن آقای روحانی شنیدیم، دو سه هفته پیش هم این مسئله ناسیونالیست از دهن در سخنرانی خطبه نماز جمعه دو سه هفته پیش خود خامنه ای به اصطلاح مطرح شد و مشخص شد که این ناسیونالیستی که ایشون داره میگه، ناسیونالیست ایرانی که ایشون تعریف میکنه، برمیگشت به اون انسانهایی که به اصطلاح فارسی هم صحبت نمیکنن، عرق ملی هم ندارن، وابستگی نژادی یا جغرافیایی هم به ایران ندارن، ولی از اونجایی که از این واژه میشه سوء استفاده کرد، ایشون سوء استفاده میکنه و مسئله ناسیونالیست اسلامی رو مطرح میکنه. این به خاطر همون نقصیه که به اصطلاح در
ملیگرایی وجود داره. یعنی هر چیزی که شما به ملت برش گردونید میتونه در چارچوب ناسیونالیست تعریف بشه. ما اینو حتی در شوروی هم دیدیم که یک ناسیونالیستی به وجود میاد که ناسیونالیست چپه، با این حال که اینا اعتقاد به جهان وطنی دارن، ولی به صورت به اصطلاح از تفکر مارکسیست به تفکر لنینیست یا ماویست در چین میرسه و تعریف جدیدی از یک ناسیونالیست به خصوصی به وجود میاد. مسئله که ما مطرح میکنیم یا واژه دومی که میتونیم در مورد ناسیونالیست استفاده بکنیم، ناسیونالیست به خاطر اینکه به یه بخشی از جامعه برمیگرده، این میتونه سوء استفاده، دو مرتبه همونجور که گفتم قابل سوء استفاده است و میتونه یک حالتی رو در جامعه به وجود بیاره که اون جامعه خودخواهی درش به وجود بیاد و باعث سرکوب بخشی از به اصطلاح تفکراتی باشه که به اصطلاح به ملیت یا ملت بر نگرده. همونجور که گفتم ما ناسیونالیست اسلامی داریم، الان میبینیم که در 1400 سال گذشته با این مسئله ناسیونالیست اسلامی حتی کسانی که ایرانی های زرتشتی هم اینا از به اصطلاح ایران بیرونشون کردن و مجبورشون کردن که وطنشون و میهنشون رو از به اصطلاح ترک بکنن و به کشور دیگه ای برن. واژه دوم که مورد نظر ما هست میهن پرستی یا واژه به اصطلاح برابر لاتینش هم پاتریوتیسم. میهن پرستی همراه با یک عشق، یعنی یک عشقیه که در یک ملت به وجود میاد. این عشق رو از مسائل مختلفی میتونیم به دست بیاریم یا به ملت بدیم که برمیگرده به مسائل، باز هم برمیگرده به مسائل جغرافیایی یا اینکه در نظامی که حکم فرماست در جامعه حس میهن پرستی رو به وجود بیاره، به مسائل دیگه مثلا به خاطر مسائل سیاسی، مسائل اقتصادی و یا اینکه تعریفی از هویت ملیه که این باعث به اصطلاح حس میهن پرستی در یک جامعه میشه. میتونه مثبت باشه، میتونه منفی باشه، ولی به خاطر این میتونه منفی باشه چون نقصهای خودشو داره. میهن پرستی میتونه فردی باشه، یعنی ویژگی هایی باید داشته باشه برای تکمیل شدنش که توسط آموزش ملی یا آموزشی که در یک کشوری به اصطلاح حکم فرماست این حس میهن پرستی رو به وجود بیارن. حس میهن پرستی رو آدم میتونه اینجوری معنی بکنه که به اصطلاح تو منطقه یا اون محلی که زندگی میکنه خودشو از اون بدونه و مسئله میهن پرستی هم باز بر میگرده یا پاتریوتیسم، واژه پاتریوتیسم هم بر میگرده به همون به اصطلاح جنگ 30 ساله‌ای که به وجود اومده بود و کمکی که در هلند، جنگی که بین هلند و اسپانیا وجود داشته، کمک که به مردم یا ارتش هلند میشه، این واژه پاتریوتیسم از اونجا در میاد. ولی ما میبینیم که برگشت این برمیگردن به همون صحبتی که اول گفتم که ما باید دوری بکنیم از واژگان لاتین برای تعریف خودمون. همینجا الان بهش برمیخوریم. ما میتونیم میهن‌پرستی رو باز دو مرتبه از حداقل از
شاهنامه فردوسی در بیاریم، چه چکامه‌ای که میگه اگر سر به سن تن به کشتن دهیم، از آن به که کشور به دشمن دهیم. اینجا این عرق ملی یا همین میهن پرستی واقعی رو در این چکامه ما میبینیم که حدود 6 صده قدیمی تر از این به اصطلاح قرارداد وستفالیه که به وجود اومد، که به اصطلاح جلوگیری از اون جنگ 30 ساله شده بود. یا بازم برمیگردم به همون چکامه چو ایران نباشد که پشتم هم نوشته شده، یا در سنگ نوشته نقش رستم داریوش هستش که از اهورامزدا میخواد که این سرزمین رو از دروغ و تزویر دور نگه داره. این سرزمین منظورش همون ملت یا نیشنیه که حدود 14 سده بعد از این سنگ نوشته تعریف میشه، در اروپا تعریف میشه. این میهن پرستی مشکلات خودشو داره، یعنی اگر اون اهرم اصلی که در نظام وجود داره درست کار نکنه، میهن پرستی در جامعه رشد نخواهد کرد. چیزی که ما به اصطلاح جنبش رنسانس پیشنهاد یا آلترناتیو جنبش رنسانس، واژه سومیه که الان بهش میپردازم همون واژه ایرانگراییه. واژه ایرانگرایی رو ما که همون میهن پرستی ایرانگرا میتونیم اسمشو بذاریم، این برمیگرده به تاریخ ایران، به هویت ایرانی و فرهنگ ایرانی که قدمت دست کم به صورت نوشتاری حدود 3000 سال قدمت داره. میهن پرستی ایرانگرایی رو ترم لاتینش میتونه همون به اصطلاح ایلومیناتی پاتریوتیسم باشه، که این مخالفای خودش هم داره، مخالفای خودش از تو خود هموطنان فرهیخته ما هستش که واژه باستانگرایی رو به ما اطلاق میدن ما که ما باستانگرا هستیم. باستانگرایی واژه منفیه، بار منفی داره، به خاطر اینکه در اصل اگر به اصطلاح ریشه اصلی باستانگرایی بیاین، چون باستانگرایی به فارسی از لاتین به فارسی برگشته، واژه‌ای نبودی که در فرهنگ ایرانی وجود داشته باشه، در اصل همون آرشیسم یعنی کهنه پرستی، یعنی چیزی که کهنه است مورد استفاده نداره. دوستان فرهیخته ما این واژه رو چون بار منفی داشته به باستانگرایی معنیش کردن، که ما در جنبش رنسانس سعی میکنیم این واژه رو استفاده نکنیم، همون ایرانگرایی میگیم، یعنی برمیگردیم به فرهنگ خود ایرانی. فرهنگ ایرانی که به اصطلاح آلترناتیو جمهوری اسلامیه، که همون بازگشت به ریشه های هویت اصلی ایرانی هست، این آلترناتیو ماست. ایرانگرایی برمیگرده به فروزه هایی که در فرهنگ ما وجود داشته، آتشیه که به زیر خاکستر هنوز وجود داره، در رفتار و اخلاق های همه ما میبینیم. نمونش مثلا رواداری هست، رواداری رو در فرهنگ ایرانی هست، ما رواداری رو بعضی موقع در فرهنگ اسلامی هم بعضی این صحبت رو میکنن که اسلام دین برابری و برادریه، در اصل این بخش ایرانی شده اسلامه که این رواداری از به اصطلاح فرهنگ ایرانی به فرهنگ اسلامی رخنه کرده. چون واقعیت اگر که از همون کتاب بزرگش که قرآن باشه بتونیم استخراج بکنیم، رواداری توش وجود نداره، یعنی اول سهم خودم رو میگیرم و بعد سهم دیگران رو اگر باقی بمونه بهش بدم.
ایرانگرایی برمیگرده همجور که گفتم ما حداقل 6 فروزه داریم در فرهنگ ایرانی که این 6 فروزه به اصطلاح ریشه های فرهنگ ایرانگرایی یا میهن پرستی ایرانگرایی رو میسازه و زنده نگرش میداره. من اینا رو مختصر میگم، صحبتم رو کوتاه میکنم. من به قصد زیاد توضیح نمیدم در این مورد، چون دوست دارم دوستان براشون سوال برانگیز باشه، سوال بکنن که بتونیم جواب بدیم. فروزه های این فرهنگ ایرانگرایی، یکی از فروزه هاش نام ماه به اصطلاح پنجم سالمون هم هست که به اشتباه به ما یاد دادن، به ما مرداد گفتن، در اصل برعکس این امرداده. مرداد بار منفی داره، امرداد یعنی جاودانی و مرداد یعنی چیزی که از بین رفته. در اصل همون امرداد یکیش. دومیش ماه سوم خرداد که کمال و رساییه. سومیش هستش فروزه، چهارمی فروزه گاتهی، این سپنتا آرمتیه که از خودگذشتگی رو نشون میده. چهارمیش شهریوره که خیشتنداریه. پنجمیش هدف برای زندگی سالم و ساختن زندگی به اصطلاح محیط زندگیمونه، از طبیعت میگیریم، باید به طبیعت بدیم. و ششمیش، من اینا رو البته برعکس گفتم، ششمیش اندیشه نیکه که این در تربیت ایرانی حرف اول رو میزنه. ریشه به اصطلاح فرهنگ ایرانگرا یا میهن پرستی ایرانگرا که به صورت یک نظام باید تدریس بشه، این از همین فروزه نخست خودشناسی و اندیشه نیک میاد. من اینجا صحبتمو به پایان میرسونم. امیدوارم بحث سوالای برانگیخته باشن در ذهن دوستان که در خدمتشون هستم. اگر پرسشی چیزی باشه پاسخ بدم. سپاسگزارم.